بینندگان عزیز سلام و درود در این روزا اکثریت سیاسی و جریان های خارج از کشور و داخل از کسایی که هستن از مذاکره با طالبان سخن میگوین یعنی با اصطلاح دانشان پس گوششان رفت از مذاکره مذاکره گفتن اما طالب کد از اینا مذاکره نمی کنن. ما در این قسمت موضوعی رو بازم به با عنوان تکرار احسن و گوش جبهه مقامت میرسانیم تا خطای راهبردی را تکرار نکنند در این رابطه تابش فروخ یک مقاله بسیار ارزشمندی هم نوشت و در ادامه ازو من موارد یافتای تازه خودم میگم که چرا مذاکره با طالبان بر جبه مقامت زهر سیاسی است خودکشی است چرا هنوز هویت به نام حوزه ضد طالبان شکل نگرفته یکی دیگه شب از جریان صحبت میگم به خاطر از اینکه همه نیروها شخصیت های سیاسی در هر موقعیتی که قرار دارن یعنی کنار یک چای عمیق خطای رابردی ساده هستند که هر لحظه ممکن است او بفتن امور قبل که گفتم تابش فروخ یک نکته بسیار خوب اشاره کرده که اوزه طالب نباید وارد مذاکره با طالبان شود و خاطر اینکه که میخواید دستتان خالیست با یک, خالیس با یک قطع صاف چی قرار یک طرف مقابلی که در سروت نشسته چال میرین منظور جی هست های پاکستانی روسی قطری و ایرانی اینا همگی ناظر هستند یعنی ظاهرا روی تشکیل یک دولت عبوری به رهبری طالب میخواین یک سرهم کنن یک چیزی را تا اول منافع خودشان زمانت شود بعد از اون به افغانستان هر چیزی که رسید یا نرسید به او رب نداره پاکستان و جوان عرب شامل عربای خلیج فارس با کمک امریکا به نخستین دولت تروریستی جهان میخواین مشرویت مشروعیت هر گونه پروسی سیاسی مدیریت شده توسط قدرت های منطقی و جهانی که زیر پایش تمامیت خواهی سیاسی قومی و دینی باشه سرانجامش چیز غلطیدن در مرداب طالبانیزم و این بر افغانستان فاجعه است مدنیت افغانستان بر تا صد سال دیگه میکشه در شرایطی که از مذاکره واقعی و معنادار به خبری خبر نیست و طالب اصلا در قصه زمیام نیست کسی حق نداره که از نام مقاومت مشروع افغانست... مردم افغانستان از نام مقاومت سیاسی و نظامی در معامله در مامله امتیازگیری به اصطلاح بر خود یک جیب خرچ سیاسی کمایی بکنه کسی حق نداره ما فکر نمی که کسی را اجازه بده چرا اعتراضات از بسترهای جوان رهبرهای جوان بیشتر است شما با شبکه اجتماعی و رسانه های دیداری و شنیداری توجه بکنید که نسل نم چیز دیگه میگه چون فاجعه ای که آمده سر نسل آمد که قرار بود صاحب افغانستان باشه ما در مذاکره وقتی که تام وست میه وقتی که کسایی که در انقره ششتن از مذاکره گپ میزنن و هیچ کسی هم با اونا مذاکره نمیکنه ما امی چری اصلیه وضعیت میبینیم یعنی طرف های نابرابر در یک مذاکره فریبنده و قلابی کسا اکثریت سیاسیون و فراری دنیمی مذاکره قلابی و بنده خوش هستند بسیار یک دلیل ساده است که چرا خوش هستند جای مانده دل از یاد دستشان در شب و روزشان در بیخوی تیر میشه در خارج که والا چطور میشه اینی علتش هست میبینید که سطح از این ها کجاست همه چیز به طالب تحویل داده شده همه چیز رابطه با طالبان با پاکستان رابطه پدر و پسر است یعنی بعد از تحقق رویای جنرال زیوال حق که کابل باید ذره ذره بسوزه آل خودش زنده نیست اما آرمانی و جنرال محقق شده و یک دولت قهقرایی پاکستان در کابل حاکم است بسیار ساده شما هیچ کس نباید دی بر بنای مثلا ملاحظات قومی یا سمتی دلیل دلایل به تراشه قطعا فایده هم نداره مثلا همی بهترین دستاوردهای روزانه دولت قهقرایی چی است د قصاص خبردیا او مردم کسی که کس از طالب دفاع میکنیم کجا هستین کجا Kجاستی دیبا پتنگ د قصاص خبرتیا ورزشگاه به سانه علنی شلاق زنی و مرگ تبدیل شد او جوانای شاد و شنگول که فوتبال میکردن انواع ورزش ها را در اونجا انجام میدادن آله مردم کش میکنن دیروز حتی کابینی طالب را بردن که سانی مرگ یک جوان را تماشا کنیم یعنی کسایی که یک جانبه و شخصی دم از تفاهم با طالب میزنن و مذاکره گدایی میکنن صاف ساده همدست و آماده پذیرش امو حاکمیتی هستند که خوبترین گزارش رادیوییش ده قصاص خبرتی ها هست فاطمه گیلانی کجا جواب بده؟ تو که لابی میکنی و طالب ها او دگاه تا نمیگم که لست طولانی است چیده چیده نام میگیره این مردم لابی طالب از نظر عملی کدام تفاوت بین مجریان قصاص و خود مقتولین ندارن قربانیان خودشان مجری قصاص هستند خب البته می فهمن که طالب مفرزه امنیتی امریکا در عقب درای آسیای میانه و ایران است و باید این مفرزه به این مفرزه خود به صلاح نزدیک بکنن اینا با طالب تفاوتی ندارن چه عبدلاز چه کرزای است چه کسایی که در ترکیه ششتن چه کسایی که در لندن ششتن اینا با مجریان قصاص علنی در ورزشگاه تفاوتی ندارن ما نسل نو اینیرم متوجه است اما یک تفاوت دارن طالب یک ذهن ششتا شده و رباطی داره که در میاد چی ست شده دغدغه اینا که طرفدار طالب هستن دغدغهشون شهرکاز بلند منزلا و ویلاهای میلیونی که درد از یا زیاد است یعنی به اینا درد دین ندارن درد دنیا دارن درآمد در های میلیونی طالب از مواد مخدر و قاچاقش از طریق فرودگاه چو کابل خوست و هرات و از تمام جاها ادامه دارد از تمامی کمک های به صورت رسمی و غیر رسمی باج میگیرند بنادر پیششان است مخابرات پیششان است شهرداری ها پیششان است و پول می آه. و به طور بی هم استخراج غیر قانونی مادنه در تمامی جاها شروع کردن به این حساب توانایی حوزه ضد طالبان در مرحله با طالب قابل مقایسه نیست که یا یعنی توقع داشته باشه که طالب ایره به عنوان یک طرف حریف برابر تحویل بگیره در پشت میز بشینن بگوین خوب یعنی وزن شماست یعنی وزن ما چی بخ... بکنیم باید چی از شما باشه چی از ما نه تو دست خالی تو را طالب هیچ اهمیت نمی دهند ما طالب مثلا دنی وضعیتی که تو داری ما هیچ تو را سیال نمی با واقعیت نجنگیم کلی تو و سنگ واقعیت نزنین که پاشان میشه مغزتان حتی برغم فشارهای حد اکثری به طالبا نماینده اوزه زد طالب که چندان حال طالب هم نیستن و جز یک نقطه و یک نفر در هیچ مذاکره اینا صاحب یک وزنه نخواهند بود چرا؟ اولشی که طالب هیچ با چیز بنام مذاکره و صلح باور نداره و تعجب میکنه میگه عجیب است ما یک دولت سوچی اسلامی را آوردیم این مذاکره دیگه, دیگه چی مذاکره است همه چیز خلاص است دیگه او به اینی آمده او دول... طالب تازه درد دنیا پیدا کده میره هنوز درد دین داره ای طرف درد دین خلاص است درد دنیایی رو دیوانه کده امی این طالب از این محقق گرفته که هر کدام اجدان از واقع مذاکره و طالب جا فراگی رو از زیخه... لاقل خو نشان بتین در طول تاریخ یعنی قریب به سی سال طالب که اینمیا میا یک مذاکره رو با شما انجام داده باشه و به جایی هم رسیده باشه دهنکجی نکنه کسی شعور استراتیجی که طالب قویتر از رهبران جریان است که نام مقامت نام مقامت سر خود ماندن آیا از خود سوال کردین؟ که چی چیزی طالب دوباره سر قدرت آورد؟ مدنی بازی شورای دموکراسی دروغی نه حمله پشت حمله شورشگری از یک طرف فساد جمهوری و فساد شما و سرمایه گذاری های دولت قطر و واشنگتن و پاکست از طرف دیگر اونو اینمی گروه تروریستی دوباره بر صدر نشاند شما دیگه دنیا نمیخواست که خرچ کنه که شما رو نگاه کنه اراده شما برای حفظ خود و افغانستان از بین رفته بود او چرا سر شما خرج کنه بنان مذاکره بین الافغانی یک فریب منطقی و جهانی است بر فعلا در دیدگاه تمامیت خواهی سیاسی سی. دلیل بر تقسیم معنادار قدرت با اینم کسایی که هیچ در قدرت دیگه مطرح نیستن چیزی هم از وجود نداره او مردم شما طالب باشم یا سیال سیال میگیری حاضر هستین با اینا تقسیم کنی قدرت چی گفته طالبا زمان حاضر با گفتگو و مذاکره واقعی به سر قدرت با حوزه ضد طالبانی میشه که یه حوزه بتانه تبدیل به یک قدرت نظامی تهدید کننده شود این برنامه رو شما رهبرای کسایی که در هر جای میشن میشنوین در وجدانتان در درونتان چی میگین در باره امی شما طالب باشین طالب در جای شما باشه امور سیار میگیری تقسیم قدرت میکنین ناز پس شما چی توقع دارید بهتر از خود فریب نتین شما خودتان خرفتین اما اولادایتان و بردگی نکشانین امید صاف ساده بگویم بر شما حداقل شمال و شمال شرق تا زمانی که شما تسلات تاره بیرون نکنین و خوب قدرت حفظش هم نداشته باشین و کشورهای منطقه دست همیاری به طرفتان دراز نکنه در محاسبات امنیتیشان شما داخل نشین شما نمو رقم آواره و سرگردان باقی میمانه آستاستا تمامی جای دادای کنم در کابل افغانستان او شده میره طالب قدرتش که یک ذره مسجل شد باز میعه او رو اول کت شما نصف میکنه باز بعد از اون نصف دوم هم از شما میگیره شما بیخی بیغم باشین از خب اگر بگویم که فعلا عوزی به نام ضد طالبان وجود نداره شما میگن که او چی تخریب میکنی چی گفتی چطور نداره که نشان بدین عوزی ضد طالب نه در فیسبوک نه در میدان در فیسبوک هر چیز وجود داره تنها یک نقطه است جبه مقامت که به شکل جزیره کوچک منتظر تحولات بعدی در گردنای های این دوکش است و یک محور نامعلوم سیاسی سی که فقط هم یک چراغ ده روشن است نامش احمد مسعود است دیگه کسی رو خب من نمی بینم یکی نمیست خب میخوایم چی به شما بگویم یعنی هدف از این گپا چی است شاید بگوییم چی هرچی گویی دارید؟ نه جبهه ضد طالب من میگم که از تفکر استراتژیک رنگ میبره به صلاح یک برنامه دور مدت نداره حتی کتا مدت نداره حتی اگه ادعا کنم خود تعریف نمیتانه شما چی میگین؟ اگه سر ما قار میشین تعریف خیبه ما بده شما بده رو کنم حد اقل احمد مسعود همین بیخی میدانه که توزیع عادلانه قدرت اعترام به تنوع افغانستان و فشار به در نظر طالب هیچ ارزش نداره این میره اونمو آدم تنا میفهمه دیگه کسایی که اگران که کمی صبح میخیزه که بعد از یک فاجه میکشه بعد از فاجه هم می میگه مذاکره و اجماع مزوانه میگم و ختم شدن به یعنی تاریخ زده شدن خلاص تا زمانی که تغییر میدانی روی نده موازنی که بعد از جمهوری بر هم خورده دوباره برقرار نشه ما به هیچ جایی نمیرسیم اوزه ضد طالبانی اول ثابت بکنه که ضد طالبان است یعنی کسایی که شما میگین اول ثابت بکنه که ضد طالبان است حتی میفهمین در اعلامی های فیسبوکی خود زده طالب نیستن یا یعنی کم کم میخوایم به این نتیجه برسیم که چیزی به نام عوضی زده طالب وجود نداره خب با حالا که میگین که این هست یکان اعلامی هم میتن یکان چیزهای آنلا، آنلاین میگیرن خود درست بیگه تعیین استراتژی بکنن امید تعیین اهداف کتا مدت بکنن گدایی مذاکره تعیین اعداف کوتا مدت نیست تعیین اهداف کتا مدت برای تغییر معادله کجاست عوضی زد طالب سیاسیون فراری و مورای سوخته نیست مردم حوزه زد طالب امروز تعریف خود در موزیگیری زنان جوانان مردان و نیروهای باورمند به آزادی و عدالت نشان میده که به اینمی کسایی که من فعلا از, از اونها گفتم ایت رب نداره افغانستان خب اینمی تاریخ دو سال افتاد چهار سال اخیره بسیار ساده است این تعریف بیچیده نداره همیشه جنگ نجات داده اگر نجات هم نداده و اگر بر هر حالت که کشاندهش اینمی جنگ وسیله بوده که یک گری رواز کده غیر از کاملا منحدم می شده جنگ کی؟ جنگ مردم اگرچه تمامی جنگ های افغانستان مدیریت ناشده بود جنگ از ما بود مدیریت شده دگاه کردن و می خاطر افغانستان هیچ به جای نرسید جهاد ببینید جنگ چه رقم شد یک میلیون شهید کد قدر کم گپ می مدیریت مدیریتش را دگاه بود چی شد این سمریش چی شد افغانستان همیشه جنگ میجاد میته نه تسلیم و ت... بسیلا توقع داشتن از تفاهم نابرابر نه طالب باید در قلم روه تاجیک و ازبک اول در قدم اول باید در هم گفته شود در میدان نورد تا اثراتش به سرعت به طرف حوزه مرکزی باستاب پیدا بکنه و اثراتش بر پ... بستر پشتونای های ضد طالبان عمیقا تاثیر بگذاره دیگه ما خودم چیزی رو من نمی که طالبان رو تهدید بکنه اینی هست و به اینی کار حال چند جنا ساختنش یک اپوزیسینش هم طالب خود حاکمیت هم طالب خلاص در دگاه خبر نیست از منظر ساختاری وحدت صفوف انشاب در تشکیلات طالبان اجتناب ناپذیر است اینمی اجتناب مثلا ای ای انشا با فایده حوزه زده طالبان نیست به خاطر از ای که حوزه زده طالبان چون چیزی نداره رقم روی بدر است کوشش میکنه با یکی از شاخه های منشعب شده یک تفاهم بکنه او هم به خاطر تکتیک خود که اصلی خود بزنه کد یکان خوش بش میکنه باز هم همو گپ قدیم شد جنگ بر سر انحصار قدرت و سروت بین شاخهای متعدد طالبا افزایش پیدا خواد کرد و زودی هیچ نیروی به شمول پاکستان نمیتونه از وقوع انشاب رسمی درون طالبانی جلوگیری بکنه این یک خصلت تاریخی است و او خاطر جلوگیری نمیتونه طالب یک مدل موفقی است شورشگری غیر متمرکز است که تو گستره پیدا میکنه این مدل به صورت طبیعی هرگز نمیتانه با یک قدرت دولت ساز تبدیل شود این مارکت طالب که بسطلا قوی هست از خاطر است که برای برهم زدن یک نظم معادله خوب خوب کار گرفته میشه خوب استفاده میشه یعنی قدرت در ید حوزه زده طالبانی نیست و خلاصا خود چهار پلاق مندازن که ما رو کمک کنید نه شما رو کس کمک نمیکنه. بنان با این اوصاف تاریخ به ما نمیگه که این گروه مثل طالب در افغانستان دوام میاره با وجوده که اینمی کشور این می رقم یک تاریخ کجپی و عجیب و غریب تعریف ناشده داره که هم کد خود میزنم زنم دیگه دیگر را دیده نمیشه که این می رقم حاکمیت هم دوام بیاره این هم سرش از زیر بالش میکنن تا یک چیز دیگه بدتر از این یا یک شکل دیگه به خود بگیره تمویل کننده طالب می تنها که تنارای جلوگیری از فروپاشی درونی طالب ایجاد یک پوشش سیاسی مورد تایید نیروهای درون در افغانستان و شناخت رسمی چارچوب سیاسی از طرف کشورهای منطقه و جهان است تمویل کننده ها می و ایران می دانند که چون چیز امکان نداره چون چیزی اینا سر در روی سحنا آوردن که نمیتانه این میره تمثیل کنه ای گپه تلاش صورت میگیره که پای نماینده های طالبان بکشانن چرا؟ که اول روی سیاه طالب سفید بکنن و به صلاح دوم بمی آکیمیت بدوی که قرار از شکل بتن یک توجیه پیدا شود. یک, یک به صلاح امدوسیه پیدا شو. اینجا دیگه کسی که میخوای به دام مذاکرات دروغین خدا بیاندازه بیاندازه اما جالب چیز که این مذاکرات هرچند که دروغین آمه جای کسایی که توقع از این مذاکرات دروغین داره جایش مشخص نیست دمیجا میت بخت و اقبال ندارن ببینینی زواله تابش فروخ یک نکته که بازم میشاره کرده که مردم افغانستان میخواهی که امید بده در آینده میگه مردم افغانستان زمان در دا اختیار داره اما طالب با ساعت دل خود خوش کرده واقعا هم این چیز است نشه که واقعیت برعکس باشه زمان در اختیار طالب است هرچه بگذره ریشه میگیره این جبه مقاومت است که به ساعت دل خوش کده یعنی چانس های اتفاقی فرضیه ها و خامتمایی بنان کسی که ساعت به اختیارش است اینا هستند با توجه به تحولاتی که در دوبای رخداد داد و در کابل منتقل شدن طالبان اول شکل میتن تا دیگاره مثلا به عنوان جزء یک به عنوان یک زیر مجموعه اگر شوه در زیر بالای زینا بچسبانه ما این تو فکر میکن خب چی یک چیزی به کار است که تمام این و سلام محاسبات پس ضرب سفر بکنه ایره باید منتظر باشه تا برنامه بعد